بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند درس امروزی ما و شما برادرای عزیز راجع به انستالیشن است که ما و شما دو ویدیو قبلا انستالیشن آغاز کردیم ولی معلومات مختلف با شما به خاطر انستالیشن ضرورت بود اونا را ما و شما مورد مطالعه و مورد بحث قرار دادیم صحیح است برادرای عزیز درس امروزی ما و شما برادرای عزیز راجع به انستالیشن خود ویندوز عملی است که ما و شما بریم به طرف چی؟ عیارسازی و نصب نبودن چی؟ ویندوز است که ما و شما ویندوز را میخوانیم و در جریان ویندوز بعضی گپا را شما میبینیم بعضی گپا را که دیدین سوال میخیزه براتون بازو گپا را در ویدیوهای آینده با شما تعقیب کنیم از قبیل چی؟ امروز که ما تمام بخش انستالیشن را میخوانیم باز در ویدیوی فردا و پس فردا در ویدیو آینده شما فارمتینگ هم میخوانیم باز پارتیشن هم میخوانیم کی کار از یاد چی است در ویدیو امروز هم شما فارمتینگ پارتیشن هم تا سرسرکی میخوانیم مثلا کارش هم تو پیش میبریم ولی عمیقتر و فرض مثال اساستر باز ما و شما بعد از اینکه انستالیشن رو تکمیل کردیم بعد از درس امروز در ویدیوهای آینده ما و شما مورد مطالعه و مورد بحث قرار میدیم صحیح است شما برادر عزیز خب بیادران ما و شما موارد که به انستالیشن ضرورت بود ما و شما مورد مطالعه قرار دادیم صحیح است و فهمیدیم که انستالیشن یعنی چی و به چی منظور ما و شما چی میکنیم از انستالیشن استفاده میکنیم صحیح است انشال باز هم ما و شما چون گپ ما و شما راجع به انستالیشن است ما و شما باید انواع انستالیشن هم باید که بفهمیم چند نوع انستالیشن داریم کدام ها هست چی کار میکنیم انستالیشن رو گفته نصب نمودن ویندوز بر روی کامپیوتر یا در یک کامپیوتر تا ای که ما بتونیم از او کامپیوتر به وسیله از ویندوز چی کنیم استفاده کنیم صحیح است برادر عزیز اینال انستالیشن ها انواع و اقسام مختلف دارن و با انواع مختلف ما و شما انستالیشن ها را داریم در اینجا بعضی از انستالیشن های اساسی را که ما و شما خود ما مورد مطالعه قرار میتیم انستالیشن ها بسیار زیاد است بسیار زیاد است نام براتون میگیرم ولی لفظی کدامش که نشته میکنیم او را باز ما و شما کار میکنیم احمدی اینی هایی که لفظی نام میگیرم یا را شما باز بخیر انشاءالله در بخش شبکه ها یعنی در بخش نتورکینگ با شما انستالیشن ها را میخونیم انستالیشن ها از قبیله فرش انستالیشن ما و شما داریم از قبیله رپیر انستالیشن داریم از قبیله ملتیپل انستالیشن داریم اپگرید انستالیشن داریم اپدیت انستالیشن داریم دیگه برادرای عزیز ان اتندد انستالیشن داریم آرائز یا ریموت انستالیشن داریم صحیح است برادرای عزیز ریموت انستالیشن داریم و و بعضی انستالیشن های مختلف دیگه است یعنی ما در جهان در دنیا انستالیشن های مختلف است متد های دیگر رقم است طریقه های مختلف است ولی استاندارد ما و شما استالیشن هایی که معمولا زیادتر یک کسایی که مثلا نمی بخش ششمه را میخوانند اینا باید که کم از کم این استالیشن هایی را که من در اینجا نشته میکنم باید بلدیت داشته باشه اول فرش انستالیشن یعنی شما باید که فرش انستالیشن را بفهمین چه قسم یک انستالیشن است صحیح است شما دوم رپیر انستالیشن رپیر انستالیشن فرش انستالیشن رپیر انستالیشن و انستالیشن دیگر که ما شما انشاءالله مورد مطالعه قرار میدیم عبارت از اپگرید انستالیشن است اپگرید انستالیشن اینی سه انستالیشن اساسی است که ما شما مورد مطالعه و مورد بحث قرار میدیم خب برادر عزیز من به طرف فرش انستالیشن فرش انستالیشن از یوز تو انستال ا نیو پکیج اف ویندوز از یوز تو انستال ا نیو پکیج اف ویندوز اف ویندوز to our system or computer برادر عزیز فرش انستالیشن عبارت است انستالیشن را میگویند که ما و شما
یعنی عبارت از انستالیشن جدید که یک ویندوز جدید و نو، یعنی مطلب از این که کامپیوتر ما قبل از قبل هیچ ویندوز نداره. کامپیوتر ما چی نداره؟ هیچ ویندوز نداره، دارای ویندوز نیست برادر عزیز، بیخی گل است کامپیوتر ما، هارد دیسکش خالی است و ما میخواهیم که چی کنم؟ ویندوز انستال کنم. بخاطر انستال نمودن ویندوز ما و شما از فرش انستالیشن کنم. فرش انستالیشن یعنی انستالیشن جدید تازه که کامپیوتر ما هیچ ویندوز نداره، یعنی خالی است، دارک است. در او حالت هایی که برای شما میگه نو آپریتینگ سیستم فاوند، یک آن دفعه کمپیوتر که شما آن میکنین یک صفحه سیاه میه و برای شما میگه نو آپریتینگ سیستم فاوند، یعنی کمپیوتر تو هیچ سیستم عامل نداره، هیچ ویندوز نداره. پس مطلب از اینکه کامپیوتر تو چی است؟ خالی است. این حال تو باید که چی کنی؟ ویندوز انستال کنی. در او حالت ویندوز فرش شما انستال میکنه. فرش مطلب از اینکه جدید اثر تا انجام شما چی میکنین؟ انستالیشن انجام میتین. ایره برادرای قند چی میگن؟ فرش انستالیشن. صحیح ان شاء الله. خب برادر عزیز، و به خاطر انستال نمودن فرش انستالیشن ما و شما چی ریکوایرمنت ضرورت داریم؟ ریکوایرمنت مطلب چی را میگن؟ ضروریات. ما و شما چی باید داشته باشیم تا اینکه فرش انستالیشن انجام بدیم؟ اول برادر عزیز، شما اگر میخواین که فرش انستالیشن انجام بدین، اولین چیزی که شما باید داشته باشین چیه برادر عزیز؟ یعنی کامپیوتر. کامپیوتر بسیار مهم است. تو انستالیشن انجام میدی، چی انجام میدی؟ خب باید یک کامپیوتر باید پیش تو باشه که تو چی کنی؟ انستالیشن انجام بدی. دیگه برادر عزیز، در کامپیوترتون باید چی باشه؟ در کامپیوترتون همه چیز باشه، رمتون خوب باشه، پروسسورتون خوب باشه و بخصوص هارد دیسک شما باید داشته باشین. اگر هارد دیسک نباشه شما نمیتونین که چی کنین؟ بعدا انستالیشن کنین. و در هارد دیسکتون شما چی باید داشته باشین برادران؟ فری اسپیس باید داشته باشین. فری اسپیس مطلب چی است؟ که جای باید داشته باشین، خالی باشه تو جای به خاطر انستالیشن داشته. سیومی چیزی که شما انستالیشن ضرورت دارین سی دی روم است یا چی است برادران؟ یا دی وی دی روم است. یا سی دی یا دی وی دی روم باید شما داشته باشین که شما فرش انستالیشن انجام بدین. چرا؟ به اساس سی دی روم و دی وی دی روم ما معمولا چی میکنیم؟ انستالیشن یا عیارسازی انجام بدیم. صحیح است شما؟ ایمان. و چهارمین چیزی که ما و شما ضرورت داریم برادر عزیز، او عبارت از چی است؟ سی دی خود چی ره؟ سی دی ویندوز ما و شما ضرورت داریم. سی دی ویندوز چی باشه؟ هر ویندوز را که میخواهی. معمولا زیادتر رایج برادرای قند ایکس پی است. ما و شما امروز انستالیشن که انجام میدیم چی است؟ ایکس پی است. از او خاطر ما و شما سی دی ویندوز ایکس پی فرام سال 2010 یا 2009 پیش شما است. ما و شما اینو میخواهیم چی کنیم؟ استال کنیم. صحیح است انشاءالله. یعنی مطلب از این که سی دی شما باید که داشته باشید. اینی موارد در کامپیوتر تو باید موجود باشه که تو بعد از او باز برادرای قند چی کنین؟ انستالیشن باید انجام بدیم. یعنی هارد دیسک باید شما داشته باشین، سی دی روم داشته باشین، سی دی ویندوز باشه که با سی دی ویندوز اپارتین چی کنه برای شما؟ انستال کنه و عیار سازی چی شود برادرای قند صورت بگیره. این رو یاد داشته باشه که سی دی تان کونه نباشه، سی دی روم تان خراب نباشه، سی دی تان اسکرچ نباشه، لنز سی دی روم تان خراب نباشه که با سی دی را پرت نمیخوان انستالیشن صورت نمیگیره. فهمیدین برادر عزیز؟ ایگه یگه. و گپ دوم، ما و شما ای گپا خو پیش ما باید باشه. این حالا میم به طرف فرزم سال نه به طرف از این که استپ هایی که به خاطر انستالیشن ضرورت است چی چی است، یعنی مطلب از این گام هایی که ما انستالیشن انجام میتیم، گام اولی ما چی است برادر عزیز؟ گام اولی تان ما و شما در اینجا عنوان میتیم steps of installation، یعنی گام های چی؟ گام با گام. یعنی گام با گام مطلب از این که ما و شما چی چیزها را باید متوجه باشیم در چی؟ در انستالیشن. اول کدام عملیه را انجام میتیم؟ بعد از چی؟ بعد از چی؟ بعد از چی؟ بعد از چی؟ اولین کار که میکنیم برادرای عزیز، اگر ویندوز دارین ندارین چی میکنین؟ اولین کار را که انجام میتین برادرها، اولین کار را سی دی ویندوز ها. سی دی چی را؟ ویندوز ها. سی دی ویندوز ایکس پی را شما برادرای قند چی میکنین؟ انزرت، یعنی داخل میسازین. برای چی؟ با سی دی روم. داخل چی؟ داخل سی دی روم. یعنی
اولین گام را که شما انجام میدین چی؟ سی دی ویندوز را داخل چی مندازین؟ داخل سی دی رو مندازین. بعد از اون که داخل سی دی رو منداختین، اگر کامپیوترتون بیخی هیچ ویندوز نداشت، دیگه نداشت، بیخ خالی بود، خب شما میرین دایره کمی سی دی را که پرتین، اتومات شما اونجا یک آپشن دارین در به نام بایوس، که در از طریق بایوس شما کامپیوتر امر میکنین که داخل چی شو بیاد، داخل سی دی روم شو. چرا؟ کامپیوتر ما خالی است، آدرس که ما خالی است که تو چیز را نمیخوانی، تو داخل سی دی روم شو که ویندوز رو بخون برام. ویندوز چی کو نصب کو؟ اگر ویندوز نداشتین در حالت، اگر ویندوز داشتین میخوای که ویندوز دلتون گرفته، این ویندوز که در سی دی آوردین اینا میخواین نصب کنین، سی دی را کنداختین، کامپیوتر تون چی میکنین برادرا؟ این کامپیوتر تون شما چی میکنین برادرا؟ ریستارت میکنین کامپیوترتون، ری استارت میکنین. ری استارت مطلب از این که یعنی گل و دوباره روشن میکنین، ری استارت میشه. با مجرد که ری استارت شد، شما یک چیز را خواندین به نام لخت افزار، خواندین یعنی بیادر ها؟ یک چیز را خواندین به نام لخت افزار یا فریم ویر یا موسفیس، یا که در چی میاید؟ در سکرین میاید، در اونمونجا یعنی در لخت افزار. شما در فریم ویر میرین برادر اقام، در فریم ویر انتر تو فریم ویر، یا نشته میکنیم ان فریم ویر، یعنی در داخل فریم ویر برادر اقام شما چی میکنین؟ در داخل فریم ویر انتر تو سی دی روم، داخل چی میشین برادرها شما؟ از طریق فریم ویر شما داخل چی میشین؟ داخل سی دی روم میشین. با مجرد که داخل سی دی روم شاین، بعد از یانه مطلب از چی که برادر عزیز ما و شما بود چی میشیم؟ بود فرام سی دی روم میشیم، بود فرام سی دی روم، یعنی ما و شما داخل چی میشیم؟ بود به معنای داخل شدن یا روشن میکنیم. داخل چی برادر؟ داخل سی دی روم. چرا ما داخل سی دی روم میریم برادر؟ به خاطر که اینستالیشن انجام بدیم که ویندوز سی دیش به داخل چی است؟ ما داخل سی دی روم است. ما و شما داخل ویندوز یا داخل سی دی روم به خاطر میشیم که ویندوز سی دی داخل سی دی روم است که از اون بخونه و برام چی کنه؟ اینستالیشن برادرای عزیز انجام بده. از اون لحاظ ما و شما داخل چی میشیم؟ داخل سی دی روم میشیم. با مجرد که بوت فرام سی دی روم برادرای عزیز شما انجام دادین، بعد از او اتومات یک آپشن میاد میگه پرس انی کی دو بوت فرام سی دی، یعنی مطلب از این که یک تو مرا بزن که ویندوز دیگه چی شوه؟ اینستالیشن شروع میشه. چه قسم یک آپشن میاد برای شما؟ میگه پرس انی کی تو بوت فرام سی دی روم، فرام سی دی روم. یعنی میگه یک تو مرا بزن برادرای عزیز که من شما رو داخل چی کنم؟ داخل سی دی روم بسازم که شما چی رو انجام بدین؟ اینستالیشنتون چی شوه؟ شروع شد. از اول از برادرای قن ما و شما یک تکمه را دلتان انتر سپیس ماوس کیبورد، از کیبورد یک تکمه شه مقصد فشار بده اتومات، از اونجا دیگه برادرای قن صفحه آبی انستالیشن چی میشن؟ شروع میشه. گرفتین گپ برادرا؟ صفحه آبی انستالیشن میه و انستالیشن چی میشه؟ شروع میشه. بعد از اینکه انستالیشن شروع شد دیگه بعضی سوالا میکنم، اونها دیگه باز عملی میبینیم دیگه. اون سوالاش اول من پیش اسپیس برتون چی بود؟ در جریان اینستالیشن برادرها بعضی چیزها از شما پرسان میکنه، مثلا نشته میکنیم عنوان دیگه میتیم question during installation، سوالایی که در جریان اینستالیشن از ما و شما چی میکنه برادرها؟ پرسان میکنه. سوالایی که در چی؟ در جریان انستالیشن از ما و شما پرسان می‌کنم. اول سوال اول که از شما برادرها پرسان می‌کنم، او خود یکی سوالای خود ستاپ است که ستاپ عملی می‌بینیم، سوالایی که از هر یک عبارت از کامپیوتر نیم. اول چیزی که از شما پرسان می‌کنه چی است برادرها؟ کامپیوتر. نام کامپیوتر استون پرسان می‌کنم. نام کامپیوتر تو یک نام میته، بیشتری کسا نام خودم میته، نام بیادر خنچیره میته، نام هر کس اگه میته یک نام، مثلا من میگم بیادر خن تک هات، تک هات وان، نام کامپیوترم، اینمی نام کامپیوترم شد.
فهمیدین؟ دومین چیزی که برادرها از شما پرسان میکنه organization نیم است. Organization نام organization یعنی مطلب ازی که در کدام department یعنی یک organization مثلا میگیم بیادر خان IT department در کدام بخش مثلا هست یا در کدام department هست در department IT یک نام میتیم ایرام یک نام میتیم گرفتی یک نام یک نام ایرام شما میتیم صحیح سن شما IT department سیوم برادرها چیزی که از شما پرسان میکنه برادرهای عزیز سوال سیوم که در جنیان عبارت از سیریال نمبر یا چی میگنش برش یا سی دی کی میگن سی دی کی سی دی کی ویندوز از شما پرسان میکنه گپا گرفتین بیادرها سی دی کی ویندوز از شما پرسان میکنه برادرها این قسم یک سی دی کی از شما پرسان میکنه اینی از ایکس پی استاندارد است همیشه در یادتان باشه یا در پشت سی دی می باشه یا در داخل خود سی دی می باشه یا در پوش سی دی می باشه که سیریال نمبر یادتان نره که نبود واسه از اینستالیشن تان پیش نمیره یعنی سیریال نمبر در یاد بگیره مثلا این سیریال که در این ویندوز از ما پرسان میکنه قسم مثلا QW4HD D Q C R G H M 64 M 6 G J R K 8 K 83 T بیادرم این قسم یک سیریال نمبر یا یک سی دی کی بیادر آستان پرسان میکنم صحیح سی چالا این شکل یک سیریال نمبر از شما پرسان میکنم که این سیریال نمبر باید شما چی کنیم بیادر ها یاد داشته باشیم گپا گرفتین یعنی مطلب از اینکه باید اینو تو در پشت سی دی تان یا در داخل خود سی دی تان میباشه شما باید که بفهمید نه ای از راستی است برای شما راستی است نشته کنین این سیریال نمبر این سریال نمبر استاندارد است و چهارمین سوال که برادرای عزیز از شما میکنه یا از شما پرسان میکنه بعد از سریال نمبر راجع به بعضی سوال های شبکه است بعضی سوال های شبکه است که یار فقط شما چی میکنین فعلا میمانین باز وقتی که بخش شبکه را خوانین باز میخوانین نتورک کوئسشن است سوال های شبکه از شما چی میکنه پرسان میکنه که سوال ها را شما باز در ویدیو امروز ما شما جواب نمیتیم فقط یک معلومات راجع به او باز براتان میتیم در غیر از او برادر عزیز ما شما چی میکنیم نکس میکنیم پیش میبریم و انستالیشن ما شما چی میشه بیادران شروع میشه و بعد از او دیگه کمپیوتر چی میشه خب برادر عزیز اینی گپک های دیگه ایره که مانند رپیر انستالیشن اپگریت است ایره بازه در ویدیو های بعدی میخوانیم امروز ما شما تنها انستال نمودن چی را فرش انستالیشن ما مورد مطالعه قرار میدیم چرا که موارد فرش انستالیشن ما شما خواندیم این همی گپا را ما شما امروز مورد مطالعه و مورد بحث قرار میدیم صحیح برادرم خب باشین که ما براتان ثبت کنم اینا رو برادران ما شما چی میکنیم سی دی ویندوز به داخل کامپیوتر خود ما شما چی میکنیم درج میکنیم و انستالیشن ما شما چی میکنیم شروع میکنیم صحیح است چلا برادران خب برادران سی دی ویندوز ما شما درج میکنیم و انستالیشن ما شما چی میکنیم شروع میکنیم خب برادران عزیز ما میریم به طرف انستالیشن برادرای عزیز انستالیشن هم گفتم در یک سافتیر زیر نام ویچال ماشین که اینجا آیکنش براتون معلوم میشه این طرف آوردم به داخل از این انجام میتونم به خاطر از این اگر عملی لایف به داخل لپتاپ ما کار کنم باز ما ثبت کردن میتونم صحیح است انشاءالله از اون لحاظ پس ما انستالیشن در داخل یا با کمک از این سافتیر ما شما چی میکنیم انجام میدیم خب برادرا کو سافتیر اینی ویچوال ماشین است ما شما داخل ویچوال ماشین میشیم یک کامپیوتر بیخی خالی داریم در داخل از این که بیخی خالی آماده است و هیچ ویندوز نداره و ما میخواییم که به داخل از این چی کنیم بیادرا
ویندوز انستال کنیم. او کامپیوتر اینه به نام ویندوز XP است. اینه ما و شما عملا داخل ازی میشیم. این یک کامپیوتر است. چون ماشین یک سافتویر است که ما هر کار کنیم به داخل کامپیوتر اصلی ما تغییرات نمیاره. داخل کامپیوتر ما یک کامپیوتر جور میکنه. این اونم کامپیوتر اصلی واره. اینه ما و شما داخل همی کامپیوتر میشیم که تایی که صحیح بفهمین. صحیح است انشاءالله. یعنی کامپیوتر ما و شما سینه فکر کنید عین کامپیوتر ورز بیادرم. باشین که ما ایره فول اسکرین رو سازم. اینی کامپیوتر است. سعی کنید نور ویندوز که نداشته باشین تو. به اینجا میگه F12 را بزن F2 را بزن. اونم گپ است. اون اینا رو سعی کنید اینجا برای شما میگه میگه نو اپراتینگ سیستم فاوند میگه هارد دیسک خالی است هیچ ویندوز نداره. دیدیم؟ معلوم میشه براتون. اپراتینگ سیستم نات فاوند. سافتویر یک ذره خرد از دیگه مجبور یک ذره پیش بشینه. صحیح است انشاءالله. براتون میگه اپراتینگ سیستم نات فاوند. یعنی ویندوز کامپیوترت نداره خالی است. اون میبینیم صفحه فریم ویر است. یعنی لخت ابزار است براتون آپشن داد میگیدی. اینا رو ما چی میکنیم یاد رو سی دی رو دمیجا میندازیم. سی دی رو چی؟ سی دی رو داخل سی درو میندازیم. کامپیوتر رو خودم میریم چی میکنیم؟ ریستارت میکنیم از اینجا بیاد رو. صحیح؟ کامپیوترهای دیگر رو خواست تکمه میتونیم دیستارت کنیم. اینجا باز مایی سافتیر است چون اینجا باز تخنیک داره. از اینجا ما ریست میکنیم. صحیح؟ چالا و داخل از این میشیم F12 رو اینجا F12 و F2 رو میگه بزن. F2 رو میزنیم. F12 رو از هر دو طریق میبینیم که داخل ستاپ شایم ما امر میکنیم. یعنی F2 رو میزنیم در اینجا بایو ستاپ است. اینی ستاپ عزیز از اون ستاپش فرق داشت از این به ایشک در اینجا در کجا میان بیادارا؟ یعنی اون اپشن بود در بود میان سی دروم تان اول میسازین. اول مطلب چی؟ که یعنی به کامپیوتر امر میکنی که ما میخوایم انستالیشن انجام بدم تو داخل سی دروم شو که سی دروم من آوادا یعنی ویندوز بخونم که دو چی کنم انستالیشن انجام بدم. باز F10 را میزنین یعنی که اینمی تغییرات ثبت میکنین یست. از این طریقا میتونین در غیر از شما میتونین F12 را بزنین. سعی کنین در اینجا براتون میگه F12 اینه. F12 را که ما بزنیم لست میایه. صحیح است انشاءالله. لست که میایه باز برای ما و شما میگه که از بین لست یکی را انتخاب کن که مثلا داخل ویندوز میشی داخل چی میشی هر چیزی که میخوای. صحیح است انشاءالله. که از این طریق اینا رو پس ما و شما میریم دوباره ریستارت میکنیم سیستم لست شما میبینیم و بعد از او باز ما چی میکنیم انستالیشن از یک طریق آغاز میکنیم. اینجا میگه F12 رو بزنیم بیادارم. خب اینجا معمولا F12 چون بخاطر از این بساس سافتویر است این بعضی وسایل مثل کامپیوتر دیگه واره نداره از خاطر بر شما اینال ای باز با یک تکمه دیگه مثلا بعضی جایی لسته بر شما با F10 و با F9 هم بشان میتن. صحیح است انشاءالله با او اساس هم میکنیم. اینال بگو ما میخواییم که انستالیشن چی کنم؟ انجام بتونم. به خاطر انجام دادن انستالیشن اینال پس ما شما چی میکنیم برادران؟ کامپیوتر دوباره پس ریستارت میکنیم یس میکنیم و از طریق بایوز میریم فاز بو دیوایس میسازیم. F2 را میزنیم داخل ستاپ میشیم. داخل ستاپ شده میگم بیادر سی دی روم برام چی کو فاز بودی وایز بساز. F10 هم میزنیم یس و اینا رو بیادر قن چی میشه انتر میکنیم. اینا رو باید که تو ما داخل سی دی روم ما و شما چی شود کامپیوتر شد. منتظر ازی هستیم که تا اتومات داخل سی دروم باشه. این اتومات بر ما میگه پرس انیکی. پرس انیکی بعد این خود چون چی هست اتومات داخل چی شد؟ داخل ستاپ ویندوز شد. نام ستاپ ویندوز چی میشه برادرا؟ ستاپ آبی هست که در اینجا بعضی از سوال ها و بعضی دفعه هست سمو چی میکنه؟ خب در اینجا برادرا ما در کامپیوتر چیز دست نمیزنیم. چرا؟ این همیال فعلا تمام پرزجاد کامپیوتر ما داخل چی هست برادرام؟ داخل چک کردن از کلش رو چک میکنه که کدام مشکل کدام پرابلم اسکن میکنه کلش رو میبینه که کدام مشکل کدام پرابلم نداشته باشه پروزجاد ما رو دیگاره. صحیح است؟ تمامش رو چک میکنه و بعد از این برای آقای عزیز برای شما چی میکنه؟ اینستالیشن رو انجام منتظر عزیز هستیم تا اینه میگو وسایلی که در داخل کامپیوتر هم از قبیل هارد دیسک و چپ و بعضی وسایل مختلف کل از اینا را ببینه که اون مشکل که اون پرابلم نباشه.
اینستالیشن ویندوز هم بلومون اگه ویندوز سرور باشه، ویندوز ایکس پی باشه، همین ویندوز هایی که معمولا کلش بوتیبل باشه، یک رقم هست، این همی سیستم هست، کلش فقط یکانه ویندوز هایی که یک ذره حال تبدیل آمده، ویندوز ویستاب فقط او به شکل گرافیکی اینستال میشه، ویندوز برز مثال 7 هست، ویندوز سرور 2008 دیگه بلومون ویندوز هایی که ایکس پی هست و ایکس پی هر رقم ایکس پی باشه اینمی رقم اینستال میشه اینمی گپ ها میه چیز تغییرات دولاد نداره اینمی آبسن ها اینمی سوال هست ما چی میدونم تو سال میدونم سه ایسه چه اینا که اینستالیشن ها من بودم بلومون چی هست بیکس هون هست بیکس هون هست خب برادر اینا حالا میریم سعی کنیم با مجرده که ما شما بریم در اینجا از ما سوال پرسان میکنه میگه هارد دیسک کامپیوتر تا کشیده میگه 10223 ایم بی است 10223 ایم بی برابر با چند جی بی میشه 10223 چند جی بی میشه برادر تقریبا 10 جی بی میشه تقریبا 10 جی بی میشه صحیح یعنی این می اوردرس که ما 10 جی بی از بیادرم می اوردرس که در کامپیوتر میخوای که من استال کنم 10 جی بی اینا رو میگه بیادر تو خو چی نداری تو میگه جای نداری که در داخل از چی را پرتی ویندوز میگه جای جور کو در داخلش چی میگه جای جور کو یعنی لوکیشن جور کو که ما با داخل از ویندوز چی کنم ثبت کنم اینا رو میگه جای داری ولی جای ساختمان جور نشده میگه جای جور کو که در داخل از او بودو باش کنی مثل از یک ما شما اگر در یک جای بودو باش میکنیم زمین در زمین سفید رو بودو باش نمیکنیم او رو طبعا چی میکنیم آبادی میکنیم خانه جور میکنیم تشناب جور میکنیم آشپزخانه که بودو باش کنیم میگه ای هم آباد نشده زمین خالی است ده جی بی میگه ای یک درایو جور کو یعنی مطلب از یک پارتیشن جورش کو که به داخل از این بود ما چی کنم ویندوز پرت پرت هم کنستم اینا رو به خاطر این کار کردن برادرها ما مجبور پارتیشن کنیم اینا رو پارتیشن زمینه درس امروزی ما نیست که من برای شما کار کنم ولی یک معلومات میتونم ولی برادرایی که ویدیو رو بشنون هم و برای شما برادرها میگم که در درس های آینده در ویدیو های آینده پارتیشن فرمتینگ فراموش نکنن که گپا رو ما و شما در روز چی میکنیم بحث میکنیم و یا مورد مطالعه قرار میتیم شما سعی شما در اینجا برادرای عزیز ما و شما اینا رو پارتیشن یعنی درایو جور میکنیم این درایو سی درایو دی درایو ای را خشونیده این نامشه او از کجا جور میشه از اینه میجه هر خلر که دمیجه جور کنی اینه میده که جور شد برای دائمی مثلا یک تا جور میکنی دو تا سه تا چهار تا اینه می ده جی بی رو تو میتونی تقسیم ده نفر کنی تقسیم ده درایو کنی تقسیم بی سی چل یا یک تا میخوای یا دو تا میخوای از اینه می ده جی بی تو میتونی که حتی 10000 دانه درایو هم جور کنی مشکل نیست این حال چی فایده هر قدر که تو درایو زیاد جور کنی و نمه قدر کم کم ساحه رو میگیره هر قدر که درایو کم باشه باز درایو سایه چی میداشته باشه زیاد میداشته این حال ما میگم بیادر فعلا هم یک درایو جور که کمی ویندوز انستال شد بازی گپ های پارتیشن هم بعدا ما میخوانیم که باز اگر من خواسته باشم که 4-5 تای دیگه جور کنم که باز با داخل یکیش دیتای ما پرتم در یکیش خواندن در یکیش فلم در یکیش بیادر دیگه وار علایده کنم باز یارم و شما در پارتیشن تا اینجا ما شما بر ما میگه میگه اگر میخوای که دایرکت انستالیشن صورت بگیره و یک درایو جور شه خو انتر بزن اگر میگه میخوای که پارتیشن جور کنی پارتیشن مطلب از این که درایو جور کنی خودت میگه سیرا بزن از این مقدار خودت جور کن و اگر میخوای که بیخی صرف نظر میکنی از چی از انستالیشن بس میگه چی را بزن اف سی را بزن که بیخی چی شوه کنسل اینا رو برادر ما دیگه چی میکنیم ما و شما در اینجا اگر انتر هم کنیم دایرکت بر ما یک درایو جور میکره که ویندوز انستال کنیم اگر سی را خود ما بزنیم باز بدل خود ما میشه بدل خود ما مثلا میگه از 10 جی بی چقدرش میخوای که به می درایو سی بدی درایو های برادر ها بلوموم از چی شروع میشه از درایو سی شروع میشه از چی شروع میشه درایو سی درایو دی درایو ای صحیح است چالا با اون سیستم اینا با مجرد که ما جورم کنم به نام درایو سی جور میشه بابا برادر برای ما جور کو سی را پرس میکنیم چی را؟ برای ما جور کو اینمی ده جی بی را مکمل کلش همه میخواییم که چی جور کنم؟ یک درایو جور میکنم یک اتاق جور میکنم گرفتیم گفت مثل از اون اگر کم زیاد میکنی باز مجبور هستی که ایجا چی کنی؟
تغییرات بیاری. بگو ما 10 جی بی نمیخوایم، بگو ما میخوایم که چی؟ 5000 نیمش. این حال پس نیمش که شد، پس من میتونم که چک کنم. 2 تا 3 تا 4 تا هر قدر خواد. بازی جا من مقدار اگه بزنم، انتر کنم سعی کنم میگه انتر بزن که جور شد. انتر بزنم سعی کنم دیگه اینه قدر دیگه باقی ماند. این قدر اینه سی بر ما جور کرد به نام سی. اینا رو میگه اینه قدر باقی ماند. اگه اینا میخوایی که پس بر تو در دیگه درایف جور کنم، باز سی رو میگه بزن. باز چی ره؟ اینا رو سی رو بزنم از این باقی مانده ما یک درایف دیگه جور کرد. دو دانه، یکی سی یکی هم دی. اگر پس حرف نظر میکنی میگی نه یک درایف بر ما جور کن، باز بگویی رو بر ما چی کن؟ اون جوابشن برات میگه دی دیلیت رو بزن. در پایان میبینه نیانه بیدارا در پایان میگه دی رو بزن که برای چی کنیم ما؟ دیلیت کنیم. بگو والا پس دیلیت کنم یک پارتیشن جور کنم. باز بعدا من سر از این کار میکنم که دو سه دانه بعدا باز در پارتیشن میخوام. بگو پس دیلیت کنم دی رو بزنین. بعد از اون میگه آیا میخوای یقین نیستی که دیلیت میکنی؟ میگه ال بزن. ال مطلب از اینکه یعنی من قبول دارم دیلیتش. ما مجرد که لپ پرس کنم چی شد؟ اینه میگه پس از درایو ای برآمد. سی رو بگو دیلیت کن. چی رو میزنیم؟ دیره. دیره و دیجا باز چی رو؟ اله. اله مطلب از اینکه چی کن دیلیت شد؟ اینه مکمل پس با حالت اولی خود آمد. با حالت اولی خود که آمد بگو ما میخوایم کم یک درایو جور شد. چند؟ سی رو بزن و پس انتر رو بزن. پس انتر مطلب از اینکه اینه کلش ما میخوایم که یک درایو جور شد. انتر که سایی که پس برای چی گرد؟ یک درایو جور شد. هم یک درایو درایو سی صحیح شد. اینا رو میگه تنها درایو سی بیادر داری دیگه درایو ندارم، یک درایو داری صحیح شد. و این 8 ام بی ای رو باز انشاءالله در ویدیوهای بعدی ما میخوانیم در 8 ام بی در ماستر بود رکارد ثبت بشه. این 8 ام بی یک راز داره که گپا رو باز ما شما انشاءالله چی میکنیم در آینده ما بودم تاریخ. اینا رو بگو ما میخوایم که اینمی ویندوز در داخل اینمی اتاقی که مجبور کردم به نام سی در داخل ازی چی کنم؟ اینا رو به خاطر جا بجا کردن ویندوز به داخل درایو سی ما و شما چی رو میزنیم؟ انتر. و نه انتر تو انستال میگه باز صرف نظر میکنی دیلیتش کو باز نه بگو نمی انستال کو برام انتر. با مجرد که انتر میگه اینا رو بیادر رو خند دریجه چی میگه؟ میگه زمینت مثل ازی شد که خانه آباد کردی آبادی شد، ولی یک کار دیگه مانده چی؟ توشک خالین و قالینچه مانده که تو داخلش بری که من زندگی کرده بتانم. اینا زمین سفید تو آباد کردی، 4-5 خانه هم جور کردی یا یک اتاق جور کردی، اینا رو داخل از توشک مثلا چیز بوده باش نباشه تو آیا باز هم زندگی کرده میتونی؟ چیز رو داخلش چی کرده میتونی؟ نه. اینا رو به خاطر از اینکه تو بوده باش کرده بتونی تو چی میکنی؟ فرمت یعنی ساختمان خانه رو چی جور میکنی؟ ساختمان خانه رو. اینا ما تو میگه ما خب برای تو یک درایو جور کردم، اینا تو چی کو؟ تو بیادرهای قند میگه عزیزه فارمتش هم بگو. فارمت مطلب از یک ساختمان رو جور که ما باز مواد رو داخلش چی کنم؟ پرتم برای مواد یعنی مطلب از یک همی ویندوز هم ما کپی میکنم برای در داخل چی میدازم؟ فارمتینگ برادر ها کارش چی هست؟ فارمتینگ کارش ای هست که برای ما شما ساختمان در داخل این همی درایو سی جور میکنه تا که ویندوز ما چی کنه؟ در اینجا ما شما آپشن اول میگیریم، این TFS میگیریم پیش میریم. باز راجع به ای ها باز ما و شما باز هم میره کلیر در ویدیوی بعدی میخوانیم برادرها. کسایی که ویدیو را میشنوه 100% بعد از این کدام ویدیوی کسی را تحقیق کنین تا که درس امروزه دوگام برای شما چی شوه؟ واضح شوه و بفهمیم. در اینجا فعلا ما میگیم فرمت در پارتیشن یوزنگ در این TFS فایست، یعنی با وسیله این TFS یک فرمت هست. مثلا یکان تو میگد ویرا ما یک مثال میتم شاید براتون تعجب آورم باشه، یگان تو میگه توشک این خسپی باشه، او میگه دو منزله باشه، سه منزله باشه، ای هم هر کدام از این اما تو از خود برتریت داره، یعنی مثل قالین که یکی به دیگه برتریت داره، این میگه یوم برتریت داره کی فرمتینگ فرد نسبت به این TFS چی برتریت داره، ایره ما و شما چی میکنیم، یا این TFS نسبت به فرد چی برتریت داره، ایره انشاءالله باز ما و شما چی میکنیم. آپشن اول میگیرین کویک پیش میریم انتر. با مجرد که انتر رو بزنیم این حال اینمی عملیه که اینمی حال صورت میگیری چی میکنه؟ ساختمان رو جور میکنه، بودو باشه محیط بودو باشه جور میکنه تا که تو برادر دو چی کنی؟ داخل ویندوز شوی و ویندوز این حال کپی شوی برادر. فعلا میبینید میگه ستاپ از فارمته. ستاپ از چیز فارمته؟ میگه فارم ساختمان خانه یا ساختمان درایو جور میکنه، آدرس ها کلستر ها سکتور ها برای جور میکنه تا که تو ویندوز به داخل چی شوی؟ سب چه صحیح سی چالا
این مکمل شد. اینال بیادرها ساختمان جور شد، دیگه جور شد. اینال از سی دی شما چی صورت میگیره؟ کپی صورت میگیره. کپی صورت میگیره در چی؟ در داخل هارد دیسک، در داخل اونمو اتاق که جور کردی، یعنی داخل همون درایو که جور کردی. اینال اینی در حقیقت برادرها یک 5-6 دقیقه تا در بر میگیره تا که موادایی که در سی دی روم است او کپی شود در چی؟ در هارد دیسک کپی شود، بیادرها کپی شود. خب برادر یک 5-6 دقیقه در بر میگیره تا اینکه بیادر قن چی شود؟ تا اینکه در 100% برسه. ما شما چی میکنیم؟ ویدیوی خود را استاپ میکنیم و منتظر ازی هستیم که 100 دقیقهش پوره ببخشیم. با 100% که رسید با پس ویدیو را از چی میکنیم؟ فعال میسازیم. برادرای عزیز، در جریان اینستالیشن شاید شما با این تو یک مشکلات روبرو شوید. برای شما میگه ستاپ کن نات فایل کپی در این قسم یک فایل. با خاطر این وقت من سی دی رومتون ضعیفی کنم یا اینکه سی دی تون اسکرچ داشته باشه، سی دی رو خوانده نتونه، ما شما مجبور هستیم که چی کنیم بیادران؟ سی دی رو یا تبدیل کنیم یا دیگه کنیم یا در غیر از او مجبور هستیم که از این فایل که کپی کردن نمیتونید چی کنیم؟ اسکیپ کنیم، اسکیپ کنیم، استالیشن پیش میریم. یک فایل دو فایل اسکیپ کنیم خیره، اگر از ده فایل زیاد بود باز ویندوزتون بعد انستال میشه ولی بعدا با مشکل دوباره. یک فایل مشکل نیست، اما شما اول دو سه دفعه انتر میکنیم، اگر نداد کار باز چی میکنیم؟ اسکیپ میگیم، تیر شو از این فایل، مشکل نیست. این از اون فایل تی شد پیش می رفت حالا 7% صحیح سی شما اینه تو مشکلات یکان دفعه وقت شوید می رک سی دیرون تان زیفی کنه یا سی دی تان سکرچ باشه خط خط باشه سی دی تان باز باشه باشه می گره دیگه که مشکل است صحیح سی شما خوب را داره در 99% رسیده انشاءالله که دوال البته خلاص شدن است که یعنی کپی خلاص میشه و بعد از این کمپیوتر ما ریستارت میشه و اونمو سوال هایی را که ما شما گفتیم نام کمپیوتر نیم و ارگانیزیشن نیم اونو را پرسان میکنه بعد از اون دیگه دیگه بیخاری از چیز پرسان نمیکنه انستالیشن خلاص میشه کمپیوتر تا ریستارت میکنه ولی یک ذره وقت میگیره تا مواد های در پوچی شما آه خودش ریستارت میگه ما شما هیچ غرض نه سعی که ما هیچ غرض نمیگیره اتومات خودش چی میکنه ریستارت میکنه و خودش برادر عزیز پیش میره این دیدین ریستارت شد شما غرض نمیگیرین چی این دفعه که این زرکی گفت دایی باز دفعه دوم غرض دیگه نمیگیره کی میره نمیزنیم بیمارید هیچ غرض دیگه شما نمیگیره تا خودش سوال نکرست صحیح سمسالم یعنی ویندوز ایکس پی هست انستال میشه ولی ورژن وستار خمش هست صحیح است انشاءالله پیران در حال لودینگ است ویندوز ما و بعد از لودینگ برادرها از شما بعضی سوال ها پرسان میکنه اون سوال هایی که ما گفتیم اون وارا فقط جواب بتین دیگه خلاص است دیگه باز انستالیشن یک ده بیز دقیقه دیگه تا نمیگیره که بعضی کارهای دیگر انجام میده دیگه انستالیشن چی میشه؟ تکمیل میشه این صفحه گرافیکی است دیگه پیشتر صفحه تکست بود نیست صفحه تکست این صفحه گرافیکی است دیگه فعلا در آپشن چی هستیم بیادرا انستالینگ ویندوز در حال ویندوز تون دیگه در حال انستال شدن از بعضی مواد ها و بعضی فایل ها دیگه نال در داخل درایو سی همو درایو یا همو تاک را که موجود کردیم همو درایو داخل از او چه آواجا شده میده فعلا جریان داره و در این پایین بر تو میگه که 29 دقیقه 39 دقیقه وقت هست یعنی به اساس همی پیش میده و از این کار کمتر 39 میگه در حدود در 20 دقیقه خلاص میشه بزنه در 20 دقیقه و 18 دقیقه انستاله چند تا چی میشه همین سوال ها رو یک بار از ما پرسان کرد بخیر باز دیگه بعد از اون انستاله چند دیگه از اون بعدش ضرور هم نیست که ما شما چی کنیم او باز دیگه خلاص میشه و از این کمپیوتر ریستارت میشه خودش دیگه پیش بود همین سوال ها رو ما شما جواب بدیم خلاص منتظر هستیم تا میگه همون سوال ها و میگه پار از ما شما چی کنه بیادرم آسان کنه که ما سوال ها را بتیم و بعد از این بخنیم این سوال استالیشن ها خیلی سوال ما
ویندوز ها را نظر به برخ استفاده ایش دیگه میبینیم کدام ویندوز چی خوبی ها را داره چی برتری ها را داره برخ. همیشه ویندوز های نوکمه یک برتری نسبت به ویندوز های سابقه داره صحیح سشان این تصویر ویندوز تا هست که این تصویر میخواد ویندوز هست این ویندوز هست که باید از اینستال شد برتامه یک در ایجه برتامه یک اینی گپا ده فیرم اینستال شده میره استال این ویندوز اینی مراحل ده اینستال شده میره این انگلیسی برتانشته است استی اپ تو دیت بعضی وسایل برتان چی میکنه در ایجه اپدیت کردن یا اینستال کرده میره صحیح سی چونه خب برادر ما و شما منتظر از این هستیم تا ای که چی شود تا ای که از ما و شما هم سوال ها را پرسان کنند پس تا وقت که سوال ها را پرسان کنند ویدیو را در اینجا استاپ میکنیم سوال ها آمد باز ما و شما پس چی میکنیم آغاز میکنیم ثبت کردن ویدیو را برادر عزیز یک گپ اساسی است در این ویندوز که ویندوز 2010 جدید است البته که معمولا این ویندوز سریال کی کامپیوتر نیم اینی مسائل ای پرسان نمیکنه چرا این ویندوز هایی که قبل از قبل این معلومات به داخل ازی داده شده است و اینا معمولا هک میشن ویندوز های اصلی که نیستن از این خاطر از شما پرسان نکرد و این مورد از 34 دقیقه رسید از 34 دقیقه رسید معمولا این سوال های سیریال نمبر و این گپا را در 37 دقیقه و در 38 دقیقه از شما پرسان میکنن یعنی در 34 و 33 ها میرسه پس پرسان برای ما نکرد پس این ویندوز به مجرد که صفر شوه یعنی 34 به صفر تبدیل شوه یعنی بعد از 10 دقیقه بعد ویندوز تا مکمل آماده میشه شما میتونید که از این استفاده کنین بعد از این کامپیوتر تا ریستارت میشه شما میتونید داخل ویندوز شوین صفحه ویندوز رو شما میبینید خب باقی از این گم به حساب می که چطور باز ما که انستال شد بازی را ما در ویدیوی بعدی در پارتیشن هم میبینیم که ویندوز انستال شد چه قسم یک چهره داره چهره شده اونجا میبینیم و بعضی گپای دیگر را باز ان شاء الله در ویدیوهای بعدی شما مورد مطالعه مورد بحث قرار بدین ولی سوالای سی دی کی سی دی ال نمبر گپا را در ویدیو ما قبلا براتون گفتم در ویندوزای دیگه است اون پرسون میگن دوا با آرامی دیگه تایپ کنید گپ نیست صحیح است چونا خب برادر عزیز ویدیوی خود دیگه امروز را دمیج برادر با پایان میرسانیم که راجع به اینستالیشن بود و طرز اینستال نمودن ویندوز ما و شما فهمیدیم تا ویدیوی بعدی برادر شما را به خدای پاک میسپاریم شاد و موفق کامیاب باشیم من الله توفیق